عبدالعلی لطفی زاده 1259 در آموز سیاستمدار و حقوقدان وزیر دادگستری ایران در دولت محمد مصدق بود. وی پیش از دوران وزارت رئیس دیوان جزای عمال دولت و رئیس کل بازرسی کل کشور بود. عبدالعلی لطفی پسر شیخ لطف‌الله اسکی لاریجانی و نتیجه لطف‌الله خان سردار عباس میرزا نایب السلطنه بود. لطفی در ایران با همکاری چهره های مشهوری مانند حسن پیرنیا، حسن مدرس، سید محمد مساوات و مصطفی کمیسیون دفاع ملی را تشکیل دادند که در حل بحران‌های بزرگ آن زمان مؤثر واقع شد. چهره‌های دیگری نیز مانند محمد تقی پسیان در خراسان، میرزا کوچک خان در گیلان و محمد خیابانی در تبریز که در مقابل روس‌ها ایستادگی می‌کردند، به شدت با وی هماهنگ بودند و زیر نظر عبدالعلی لطفی به فعالیت مشغول بودند. عبدالعلی لطفی در دولت مصدق از مشاوران دولت بود و هفته‌ای چندین ساعت با نخست وزیر ملاقات داشت. در نهایت محمد مصدق او را برای وزارت دادگستری انتخاب کرد. دوران وزارت لطفی یکی از چالشی ترین مقاطع قوه قضاییه در تاریخ ایران است. لطفی در اقدامی جنجالی دیوان عالی کشور را منحل کرد و بسیاری از قضاتی را که از دید او صلاحیت نداشتند اخراج کرد. در سایر قسمت‌های دستگاه قضایی تغییرات عمده‌ای ایجاد شد. برای مثال کانون وکلا برای اولین بار مستقل از دولت شد. لطفی مدت‌ها در کار قضاوت بود و در دادگستری قضاوت می‌کرد. محاکمه عبدالحسین تیمورتاش از اقوامات اوست. وی تا کودتای 28 مرداد 1332 در مقام وزارت دادگستری بود و پس از کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط مصدق از کار برکنار شد و یک سال زندانی بود. یکی از ویژگی‌های لطفی شهامت، تحول و بیباکی وی در انجام وظایف قانونیش بود. لطفی در زمان جنگ جهانی دوم برای بازرسی امور اداری عازم مشهد شد که یکی از شاهدان عینی از مأموریت او اینگونه یاد کرده است: یک کمیسیون تامر اختیار به ریاست لطفی نامی به مشهد آمد تا به هیاهوی گندم، قند، شکر، پارچه و سایر جنجال‌ها رسیدگی کند. عبدالعلی لطفی در حالی که در بستر بیماری بود توسط عده‌ای در خانه خود مورد هجوم قرار گرفت و به سختی مجروح شد. افراد با شکستنه در داخل منزل او شدند و پیکر ناتوان و ضعیف او را از تخت به زیر کشیدند و با چوب و چماق و مشت و لگد به جان او افتادند. شیونه‌های همسرش را اهل خانه کار را درمان نکرد و آنقدر آن پیرمرد را کتک زدند که به حال اغما رفت. وی اندکی بعد در 24 شهریور 1335 در 77 سالگی درگذشت و در مسجد مجددوله به خاک سپرده شد.